خانم آقایون سلام عرض کردم. عرض کنم به حضورتون که امروز روز جمعه است، ساعت 10 صبح. همطور که شما میدونید من هر جمعه ساعت 10 صبح میام خدمتتون و عرض کنم به حضورتون بعد از اون من باهاتون صحبت میکنم راجع به خبرهایی که در این هفته اتفاق افتاده بهتون میگم و بعد از اون برنامه‌ای هستش باهاتون صحبت میکنم و اگرم سوالی داشتید تلفن میزنید به این تلویزیون که شمارشون بالا هست و باهاتون چیکار میکنم، حرف میزنم و مسئله میگم. میخوام تشکر کنم از تمام کسایی که لطف دارن، تلفن میزنن، تشویق میکنن، دعا میکنن. این به خاطر این دعاهای شما هست که من میتونم بیام اینجا و میتونم بیام و با شما صحبت کنم و این دعاهای شما هست که این همه مریض تا حالا خوب شدن و خوب میشن و خیلی 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 ازتون ممنونم. از اون آقایونی که متاسفانه اسمشون رو نمیتونم بگم مگر اینکه به من بگم، از این آقایون خیلی متشکر هستم که تلفن میزنن و یا آقایی تلفن زد گفتش که من خیلی خوشحال میشم وقتی با شما صحبت میکنم و حالم بهتر میشه. مسئله خیلی جالبی که خیلی ها میدونن این رو در این لس آنجلس، من بعضی موقع میرم یه کافی هاست هست که میخواد از مردم رو اونجا ببینم و چند تا رفیق دارم اونجا باشون صحبت بکنم. دیروز که رفتم یه آقایی به من گفت آی دکتر این آقا نمیتونه بشنوه، ممکنه گوش رو درست کنی؟ و من اولین چیزی که به این آقا میگم که یادت نره این کارا رو همه رو خدا میکنه نه من، و ولی من کمک میکنم تا اونجایی که بتونم. در صورت من گوش ایشون رو درست کردم، ایشون خیلی خوشحال شد و به من گفت که ایشون یه نفر میشناسه که این خانومه در بیمارستانه و داره میمیره از سرطان و سرطان همه جاش هست، اجازه دارم که تلفن بزنم به عرض کنم بزرگ یک آقایی که برادر ایشونه با شما صحبت کنه. من با ایشون صحبت کردم، به ایشون قول دادم که ایشون هر استیج، یعنی 1, 2, 3, 4 و شاید هم بیشتر، هر چی دلش میخواد باشه، من این سرطان روش خوب میکنم و عرض کنم به حضورتون که تمام اینها خیلی کمک میشه به اون مریضی که بدون یه نفر داره برش کار میکنه. عرض کنم به حضورتون که همونطور که شما میدونید من قرص های سرطانی که درست کردم اپروف شده و در دنیا مردم میخورن و تا حالا خیلی ها تلفن زدن و گفتن این قرصا خیلی مردم رو خوب کردن، ولی تنها قرصا نیست، این سیستمی که من دارم که کاری که میکنم این است که مردم رو اتوماتیکلی طبیعی خوب میکنم، ولی اگر هم طبیعی نشد بعد میریم سراغ کیموتراپی و این برنامه ها و بعد از این که اگر این راه موفق نشدیم اون راه رو میبریم که موفق بشیم. ولی تا الان در این مدت چندین سال که من دکتر سرطان هستم در دنیا تونستم خیلی مردم رو سرطانشون خوب کنم و الان اینا همین کاری که من خودم میکنم، صبح سر بلند میشن میرن لب دریا ورزش میکنن در هر کجای دنیا که هستن و اگرم دریا ندارن میرن باشگاه ورزشگاه و ورزش میکنن و سعی میکنن که حال خودشون رو خوب کنن. عرض کنم به حضورتون که میخواستم بهتون بگم که خبرهای خیلی عالی دارم. یکی این که ایران از نظر کشتی در دنیا نفر دوم شد و عرض کنم به حضورتون که کشتیگیرها خیلی عالی کار کردن، مربیاشون خیلی عالی بودن و یه مقدار از مربیا و سرپرستای ایران که در اینجا دارن زندگی میکنن اینها همه رفتن به لاس وگاس و به اینا همه کمک کردن، ولی یه مقدار زیادی قهرمانهای قدیمی هستن که در آمریکا زندگی میکنن و اینها رو باید ازشون استفاده کرد، نظریاتشون رو گرفت، کمک کرد، اینا همه حاضر هستن
و من فکر میکنم که اگر سازمان کشتی ایران به این مقدار کسایی که اینها کشتیگیر بودن، قهرمان بودن، مدال طلا دارن و اصولا چندین سال تو این ورزش ها بودن و هستن، اگر از اینها کمک بگیره، این اولا کشتیگیرای جوون اینها میدونن که کسی بهشون کمک میکنه و در ثانی اینها عرض کنم بزرگتون که خیلی پشتشون گرم میشه و بهتر کشتی میگیرن و امیدوارم که همونطوری که دفعه اول و دوم اینا در دنیا اول شدن، دفعه دیگه اگر در لس آنجلس یا قسمت آمریکا کشتی بود اینها اول بشن، برای که ما تنها چیزی که دوست داریم ببینیم این است که قهرمانای خیلی عالی ما همه اول هستن، چون ما اصولا دوم رو زیاد باش موافق نیستیم. ما میخوایم کشتیگیرامو یا همه ورزشکارامو اول بشن. اما راجع به کشتی فرنگی من فکر میکنم که اونا هم خیلی آدم خوبی هستن، خیلی عالی هستن، ولی بیشتر باید پرکتیس کنن و بیشتر باید سعی کنن که این دفعه اگر اومدن همه رو بزنن و اول بشن، چون ما بیشتر دوست داریم که رفقا و دوستا و برادران ما همه اول باشن و حتما هم هستن و حتما هم خواهند شد. از مربی ها، داورا و آقای خیلی عزیز، آقای عظیمی که ایشون داور بین‌المللی هست، که ایشون در آمریکا هستن و در ایران میرن و برمیگردن، این آقا عرض کنم بزرگتون که باعث افتخار همین ما هست و ما خیلی اینا رو دوست داریم و امیدوار هستیم که اینا سالم باشن. عرض کنم بزرگتون که مسئله مهمی که میخواستم باهاتون صحبت کنم، همونطور که میدونید من برای شما تلفن مجانی گرفتم در ایران و اروپا و خیلی جای دیگه، شماره 021-828-0-369-4. یه دفعه دیگه میخونم 021-822-80-36-94. این تلفن مجانیه برای شما، میتونید به ما تلفن بزنید 24 ساعت و من شخصا خودم در خدمتون هستم. عرض کنم به زودتون که راجب قرصی که خون رو تمیز میکنه، این قرص مریضای خیلی زیادی خوب شدن، کمک گرفتن، خیلی ها هم تلفن زدن که بیشتر کمک میخوان و بیشتر این قرص ها رو میخوان و یه مقدار زیادی مردم خیلی لطف دارن، خیلی معرفت دارن، خیلی انسانیت دارن. اینا عرض کنم بزرگتون که برای من تکس میفرستن و من این تکس ها رو میخونم، خیلی خوشحال میشم و خیلی تشکر میکنم از این برادران و خواهران خیلی خیلی عالی ایرانی و اروپایی و تمام ایرانی ها که سراسر دنیا زندگی میکنن، کانادا، و واقعا ازشون ممنون هستم. اینا همه باعث این میشن که من بیشتر کار کنم، بیشتر زحمت بکشم و بیشتر در خدمت شما باشم. البته همونطور که شما میدونید برنامه من این است که هر جایی شده برم، هر کسی شده باش کار کنم و هر می تمام کسایی که سرطان دارن این سرطانش رو خوب کنم و سرطان رو از این دنیا ببرم. البته مثل همه چیزهای دیگه، همونطور که شما خودتون میدونید، همه میگن مگه میشه، مگه ممکنه. کشور هلند، ایرانی ها که اونجا زندگی میکنن، اینا اولی که من باشون صحبت میکردم همه میگن که آخه مگه ممکنه هر کسی توی هلند سرطان میگیره میمیره. من گفتم نه، مریضای من نمیمیرن و اینا. من فکر میکنم بهتر از این که فکر کنن که اینا سرطان میگیرن و میمیرن، یه مقداری راجبش تحقیق کنن، یه مقداری راجبش عرض کنن بزرگتون که سوال کنن، یه مقداری با ایران و مریضای ایرانی و جاهای دیگه صحبت کنن و سعی کنن ریسرچ کنن. خیلی خیلی مهمه. ریسرچ یعنی جویندگی کردن، یعنی دنبالش رفتن و پیدا کردن.
عرض کنم بزرگتون که یه آقایی به من تلفن زد از شیکاگو. ایشون گفتش که آقا شمارش تلفن شما رو به من دادن که شما تنها کسی هستی در دنیا که سرطان رو خوب میکنی، میخوام از شما بپرسم که این درست است یا نه. من بهشون گفتم من تنها کسی هستم در دنیا که سعی خودم رو میکنم، تنها کسی هستم در دنیا که مریضم نمیمیره، یعنی نمیذارم بمیره، هر استیجی میخواد باشه باشه. من به ایشون گفتم که شما عوضی که بشینی گریه کنی، بشینی ناراحتی بکنی، سعی کن راه چاره پیدا کنی و ببینی که چطوری میتونی این مادرتو که در ایران هست سلامت کنی، چطوری کمکش کنی. این گریه کردن و زاری کردن و ناراحت شدن هیچ کمکی برای شما نمیکنه. تنها چیزی که برای شما کمک میکنه این است که اگه شما پیدا کردید که کسی سرطان داره، سعی کنید راجبش مطالعه کنید، یاد بگیرید. سرطان به نظر من چیز مهمی نیست. البته سرطان شوخی نداره به کسی، ولی شما هم خلق شدید به خاطر اینکه جلوی همه چی وایسید و با همه چی دعوا کنید و بجنگید. و اگه باختید که باختید، اگه نباختید برنده میشید. بیشتر کسایی که من باهاشون صحبت میکنم، من میبینمشون، من باهاشون حرف میزنم، من باهاشون کار میکنم، تمام اینها همه سالمن و سالم شدن. دو نوع مردم تلفن میکنن به من. یه نوع میگن آقا قرص میخوایم، یعنی قرص بگیرن. یه نوع میخوان که با من کار بکنن، یعنی من اینا رو راهنمایی بکنم، امروز چیکار کن، فردا چیکار کن، پس چیکار کن. اینا همه هستن سراسر دنیا و من باهاشون چیکار میکنم؟ کار میکنم و من اینها رو راهنمایی میکنم و باعث این میشن که اینا سالم بشن و مقدار خیلی زیادی از این مریض ها همه سالم شدن. مقدار زیادی از این مریض ها تمام آمریکا از نیویورک تا کجا؟ تا کالیفرنیا و هوایی و پورتوریکو که مال آمریکا هست، قسمت آمریکا هست، اینا با من در تماسن، مرتب به من تلفن میزنن، من جوابشون رو میدم. خواهش میکنم کسایی که تلفن میزنن از ایران و جاهای دیگه، خواهش میکنم تلفنشون رو بذارن. خواهش میکنم نگن آقا اسم من اینه اینه اینه، تلفن بزن. من نمیدونم اسمش اینه درسته، ولی تلفنش چیه، مال کجاست. من فهم میکنم اگه من باشم به کسی تلفن بزنم، میگم من دکتر بقا هستم، اسمم فیروز بقا هست و من در لس آنجلس هستم، این شماره تلفنم هست، لطفا به من تلفن بزنید. اگر یکی دو روز من از ایشون تلفن نگرفتم، دوباره من بهش تلفن میزنم. من بیشتر موقع ها تلفن میزنم به کسایی که به من تلفن میزنن و ازشون میپرسم آقا اون مریضی که شما داشتی، خانم اون مریضی که شما داشتی در ایران یا اروپا یا جاهای دیگه، آیا اینا خوب شدن، حالشون بهتر شده، اوکی ان، اوکی نیستن. خیلی ایرونی ها، برادران، خواهران، اینا از آلمان، اروپا، ایران، جای دیگه به من تلفن میکنن و شماره تلفن من رو میگیرن، حتی میگن ما برات پول میفرستیم، فلان این حرفا، بر ما قرص بفرست، دیگه تلفن نمیزنن. این اشتباهه، چون من باید بدونم اقلا خوشحال بشم اگر اینا حالشون بهتره، حالشون سالم شدن، یا این که خدا نکرده اینا از بین رفتن. من از دوتاش دوست دارم بدونم، چون من اینا رو می نویسم همه رو و اینا رو رکوردشون رو نگر می دارم و میام اینجا تو تلویزیون به تمام مردم چیکار میکنم؟ به تمام مردم میگم که آقا اینجوری شده، اینجوری شده، اینجوری شده. الان تنها چیزی که میتونم به شما بگم این است که مردم همه میخوان چیکار کنن؟ میخوان خوب زندگی کنن، میخوان راحت باشن، میخوان خوشحال باشن، نمیخوان مریض بشن و اگر هم مریض شدن میخوان یه دکتری هست باشه در این دنیا که اینا رو چیکار کنه؟ کمک کنه، سالم بکنه. و من فکر میکنم که اگر من جای شما بودم این رو ادامه میدادم و عرض کنم بزرگتون که اگر شما به این سلفون من تلفن میکنید، نکنید لطفا، تلفن بکنید به استودیو که اجازه بدین تمام مردم بفهمن که کی چیه
و اگر هم این تلفن تلویزیون ممکنه نتونید بگیرید یا اشکال داشته باشید، شما لطف کنید بعد از اینکه من برنامه‌ام تموم شد شما تلفن کنید که من بتونم به شما کمک کنم. و این خیلی مسئله مهمیه. خیلی مردم از سراسر دنیا تلفن میکنن و خیلی مسائل مختلف و مریضی‌های مختلف با من صحبت میکنن. من خیلی خوشحال هستم، خیلی متشکر هستم، خیلی ممنون هستم از همشون. ولی تنها چیزی که هستش این است که مریض‌هایی که کسی در دنیا نمیتونه خوب کنه، این مریضی‌ها مریضی‌هایی هستش که من دوست دارم و دوست دارم که با اون مریض‌ها کار کنم و این مریض‌ها رو سالم کنم. و عرض کنم بزرگتون که مطلب دیگه که خیلی مهمه خواستم به شما عرض کنم اون این است که اگه خاطر مبارکتون باشه، برای کسایی که برنامه‌های منو می‌بینن و خیلی هم اصلا می‌بینن، خواستم بهتون بگم که شما یادتون نره من یک سیستمی دارم که سیستم من ورزش، غذا و دارو. حالا داروهاش میتونه داروهای طبیعی باشه، نچرال، یا داروهای فارماسوتیکال یعنی داروخونه باشه. هر دوتاش یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. بعضیا رو این بعضی از مریضا بیشتر کار میکنه، بعضیا بیشتر کار نمیکنه. داروهای داروخونه یعنی شما وقتی میرید داروی داروخونه میگیرید، چون دکتر شما هر جای دنیا به شما این دارو رو داده، یادتون نره این داروها همینطور که خوبه همون قدم بده. ولی بعضیا چاره ای ندارن، باید اینو مصرف کنن. ولی اگر شما امیون سیستمتونو یعنی جون و وجودتونو و بدنتونو قوی نگه دارید، میتونید با این مریضی هایی که در دنیا هست که بهش میگن incurable disease و سرطان یکیشه، اینا رو چی؟ اینا رو میتونید سالم کنید و میتونید باش بجنگید. البته بیشتر این مریضی ها رو من شخصا ثابت کردم در دنیا که incurable نیست. ببین میگن که there is no incurable disease، یعنی هیچ مریضی نیست خوب نشه. It's incurable people، یعنی مردم امکان اینه دارن تو مغزشون گذاشتن که اینا خوب نمیشن، ولی هیچ مریضی نیست خوب نشه. شما باید باور کنید، قبول کنید که هر مریضی گرفتی خوب میشید. همونطوری که سرما میخورید یا ناراحتی سرماخوردگی و اون فامیلی باش میجنگید و استراحت میکنید و سوپ میخورید و گرم خودتون رو نگه میدارید یا ویتامین سی میخورید یا آمپول میزنید یا این برنامه، شما سعی کنید کاری که میکنید خودتون رو چیکار کنید؟ خودتون رو باش بجنگید، سالم کنید و شما خودتون رو به طوری درست کنید که بتونید با اینا بجنگید. مقدار زیادی از بچه ها که هیچ تقصیری ندارن سراسر دنیا مرتب مریض میشن و مریضی میگیرن. این بچه ها من شخصا روی اینا خیلی کار میکنم و سعی میکنم تا اونجایی که میتونم برای اینا پول جمع کنم و اینها رو به هر وسیله شده کمک کنم. این بچه 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله، اینا که حالیشون نیست، اینا چیز نمیدونن، اینا ناراحتن، توی بیمارستان ها خوابیدن و اینا بیشترشون بعضیا بهشون میرسن، بعضیا بهشون نمیرسن، بعضیا اینا رو کمک میکنن، بعضیا کمک نمیکنن. شما ازتون خواهش میکنم که هر جای دنیا هستید، اگه ایرانید، اروپایی، کانادا هستید، استرالیا هستید، کشورهایی که ایرانی‌ها زیاد بیشتر میرن، خواهش میکنم که برید این مریضا رو ببینید. این مریضا رو ببینید، وقتی اونجا رفتید اگه خواستی براشون یک عروسکی چیزی بخرید ببرید، ببرید، اگه نه اغلب خودتون برید، برید حالشو بکنید، یه دعایی بکنید، یه عرض کنم بزرگی که بذارید این بچه ها شما رو ببینن. شما آدم هایی هستید که تازه نیده بودن. مقدار زیادی از مرد و مرد پیرا و زن پیرا، اینایی که
دین مسیحی دارن در آمریکا، اینا فقط کارشون اینه که صبح تا شب میرن این بیمارستان ها و دعا میکنن برای مریضا. اینا رو من خیلی میبینم، خیلی دیدم، با خیلی هاشون آشنا هستم و اینا کسایی هستن که کار و صرف زندگیشون رو کردن برای دعا کردن برای خدا و فکر میکنم که زمان جوانی همه کارشون رو کردن، الان دیگه پیر شدن و الان کارشون اینست که برن و دعا کنن. خیلی مردم در سراسر دنیا اینا با این حرفایی که من میزنم، مثل آقا دوست صمیمی خود من که دیروز پیش من بود، آقا چرا اینقدر راجع به خدا صحبت میکنی؟ چرا اینقدر حرف میزنی؟ چرا اینقدر میگی؟ بهش گفتم دوست عزیز، این برنامه زندگی من اینه. من هر چی که تا حالا داشتم و دارم و گرفتم، اینا همه رو خدا به من داده و من ازش خیلی ممنونم. این عقیده و باور منه. حالا تو هر چی دوست داری فکر کن، تو اون تو هستی. عرض کنم بزرگ که شما اگه امکان زیاد دارید، چشم بفرمایید. سلام آقا. سلام عزیز من، بفرمایید. هلو، قطع شد. اینم قطع شد. عرض کنم به حضورتون که بله، با این دوست عزیز که بنده ایشونو بیشتر از 50 سال در آمریکا میشناسم و با هم دوستیم و یه مدت زیادی با هم کار میکردیم، این آقا عرض کنم به حضورتون که چیکار کرد؟ این آقا بعد از اینکه من براش خود تعریف کردم، ایشون گفت خب من فکر میکنم که این برنامه توه. گفتم بله، این برنامه منه. من همیشه صبح سحر از ساعت 2 صبح تا ساعت 8-9 شب کار میکنم و کار من با مریضای مختلف در سراسر دنیا هست، یا با تلفنی، یا مریضایی هستن که اینها کمک احتیاج دارن، یا مریضایی هستن اطلاعات میخوان، یا مریضایی هستن که اینا میخوان چیکار کنن، میخوان خودشون خوب بشه. بعضی مریضا هستن میخوان خودشون رو خودشون کار کنن، اینا به من تلفن زدن بدن آقا جان ما میخوایم یاد بگیریم که وقتی ما خوب شدیم چطوری میتونیم به مردم کمک کنیم. تمام مریضای من در سراسر دنیا میدونن که من اولین چیزی که به اینا میگم باید به من قول بدی وقت که تو حالت خوب شد، تمام برنامه هایی که من با تو کار کردم، تو برو تو این بیمارستان ها، تو این مطب ها، کسایی که اطلاع بذار و سعی کن به اینا کمک کنی. اینا احتیاج به کمک دارن، خیلی ها احتیاج به کمک دارن و این کمک یه چیزی هستش که شما باید انجام بدید. عرض کنم که یه مداری مثل که دارن به من تلفن میزنن ولی بفهم، اجازه بدید. بفهمید. سلام آقای دکتر. بفهمید عزیز من. آقای دکتر، ساعت پیش برای تلفن کردم، شما فرمودید که 2 ساعت دیگه برام زنگ بزن. 2 ساعت دیگه زنگ زدم، یک خانم ورده است انگلیسی صحبت کرد. دوباره زنگ زدم، یک خانم ورده است انگلیسی صحبت کرد. من فلجم، یعنی همه جا میرم، مچ دستم، مچ پای راستم فلج، با اعصاب مشهد میرم، تهران میرم، تبریز میرم، ولی در خانه بنشینم تکان نمیزم، باید فوری بلند شم. یه لطفی بگوید آقا، من اگر آقا چطوری میخواید برایم دوا بفرستید، چطوری میخواید من پول بفرستم، مگه دست راست من نمیتونه بنویسه؟ من چی باید بگم آقای دکتر؟ عزیز من، شما اسم چیه؟ حسن نادرپور. آقا ناصرپور. شما ممکنه تلفنتو به من بدی لطفا؟ قربانت خود اصلا حفظ بگم. بله الان میدم. صفر سه شست و هشت. یه وزن میخونم دوباره تلفنم. بفرما. صفر شست و هشت. عزیز من، حسن آقا، من به شما تلفن میکنم.
آقای دکتر جان برای من که تلفن بکنیم برای خواب بگیر آخر ساعت برای من بگو که با من مثلا تا حالا اینقدر صورت ما را شستم حالا که بخوابم نگیره اگه خواب گرفت سه ساعت میخوام فوری بلمشم سه ساعت دیگه خواب نگیره دو شب میخوام شیش صبح اینجوری من گرفتارم دکتر جان خدا پدر مادر تا بیامازه خیلی ممنون یک کاری برایم بکنی ایستم به درست فرماشی شما من هر ماه شما رو شیش ماه گوش میکنم چش خون من سم داره چش اگر این دوا با من برسه من میشم اولی چش چه خود قربانت برا خدا سر نگه داره خدا فرست عمری با من نداری من تنها چیز که میخوام بهت بگم اینست که من به تلفن میزنم و با هم صحبت میکنیم قربانت برم دکتر جان خداحافظ قربانت عرض کنم بزرگتون این طور مریضی که شما دیدید این مسئله یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه نیست یا روز نیست این هر روز همینه یعنی تلفن میزنن مردم احتیاج به کمک دارن و این مردم شما بدونید که خیلی جا رفتن خیلی خیلی دکترها رو دیدن ولی کسی متاسفانه نتونسته بشینه به حرف اینا گوش بده یا اینا رو کمک کنه و اینا مجبور هستن تلفن بزنن اینجا به من و من اینها رو بهشون تلفن میزنم باشون کمک میکنم و عرض کنم بزرگتون که امیدوارم که اینها مثل اون مقدار زیادی از مردمی که حالشون خوب بشه و سالم میشن بشه و یه دفعه دیگه خواستم بهتون یه چیز خیلی مهمی بگم و اون اینه که خیلی مردم در سراسر دنیا سوال به من از من میکنن مرتب آخه چطوری ممکنه که ما سرطانمون خوب بشه ببین دوست عزیز کسایی که گوش میدن همینطوری که من به شما این حرف رو میزنم و میگم به شما 100% شما خوب میشید سالم میشید سرطان که سهله هر مریضی داشته باشید میتونید از بین ببرید اگر بخواید یعنی شما این نیست که فقط دکتر میدید نه شما باید بخواید همین که شما بلند میشید از یه نقطه به یه نقطه دیگه میرید که این نقطه جاییست که میخواید برید اینم همونه اگر شما میخواید سرطانتون یا دیابتیکتون یا پنج نروتون یا مریض های مختلف مثل پیگ مثل ایدز هرچی خوب بشه اینا رو میشه خوب کرد و شما میتونی خوب بشی میتونی کمک بگیری و اگر کمک گرفتی کمک ها رو انجام بده و شما 100 در 1000 خوب بشی از اون آقای خیلی محترم دیروز من که به من تلفن زد و خیلی صحبت عالی کرد خیلی متشکرم از اون تیمسار خیلی معروف گل خلبان خیلی ممنون هستم و عرض کنم بزرگ که به من گفتم بیشتر یه دقیقه نداری اجازه بفرمایید من ازتون تشکر کنم و از دو خداحافظی کنم خداحافظ.